سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی آزادی جعفر پناهی بعد از مدت‌ها از زندان می‌پردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. جعفر پناهی، کارگردان مطرح سینمای ایران و جهان، در روز چهارشنبه 22 تیر در تماسی تلفنی با همسر خودش از زندان با تاکید بر اینکه ربوده شده از عدم دسترسی به آب و غذا در 3 روز بعد از بازداشت خودش خبر داده بود. شکل بازداشت خودش رو مصداق دزدی و آدم ربایی خوند و گفته بود طی 3 روز از زمان بازداشت خودش به دلیل اینکه کارتی به او داده نشده که خانواده براش پولی واریز کنه، مجبور شده که در غذا و آب سایر زندانیان شریک بشه. این کارگردان در فایل صوتی این گفتگوی تلفنی گفته بود که مسئولان زندان همچنین امکان دسترسی او به کفش طبی و امکانات درمانی رو نداده بودند. این در حالیه که همسر آقای پناهی در همین تماس تلفنی گفته بود وقتی برای تحویل وسایل شخصی، داروها و صندلی طبی او مراجعه کرده، مسئولان زندان گفتند که شوهرش نمیخواد با او ملاقات کنه. جعفر پناهی روز دوشنبه 20 تیر با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، سینماگران امضا کننده بیانیه اعتراضی تفنگت را زمین بگذار، به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود و هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد. بازداشت این کارگردان و 2 سینماگر دیگر واکنش‌های گسترده بین المللی را در پی داشت. جعفر پناهی از شهرهای شناخته شده سینمای ایران و جهان و صاحب جوایز فراوانی از جشنواره‌های بین المللی و معتبر دنیاست که در سالهای گذشته بارها از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال شهروندانش انتقاد کرده و به همین دلیل ممنوع کار و بارها بازداشت شده بود. جعفر پناهی کارش رو در سینما به عنوان دستیار کارگردان فیلم‌های عباس کیارستمی آغاز کرد. بسیاری از فیلم‌های او تصویری انتقادی از مشکلات جامعه ایرانی ارائه دادند که این امر سبب اعمال محدودیت‌هایی برای نمایش آثارش شده بود. جعفر پناهی تیر 1401 در تهران برای اجرای حکم زندان خود دستگیر و زندانی شد. از اونجا که جعفر پناهی به سبک نئورالیسم فیلم می‌ساخت و سعی در ایجاد ارتباط مستقیم با جامعه داره، به همین جهت نمایش بیکاری، بدبختی، فقر، فساد و بی‌عدالتی در اغلب آثارش به طرزی روشن موج میزنه. آقای پناهی در جشنواره کن 2018 با فیلم سرخ جایزه بهترین فیلمنامه رو دریافت کرد. آخرین فیلم جعفر پناهی با نام تاکسی برنده جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین شد. خواهرزاده وی این جایزه رو به نیابت از ایشون اخذ کرد. در سال 2000 با فیلم دایره برنده جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز، در 2006 میلادی برنده خرس نقره جشنواره فیلم برلین برای فیلم آفساید شد. فیلم مستند این یک فیلم نیست، ساخته جعفر پناهی در دسامبر سال 2011 جایزه اول بخش آسیا آفریقایی 8 دوری جشنواره بین المللی فیلم دبی رو دریافت کرده بود. پناهی با بادکنک سفید درخشید و در جشنواره کن حضور یافت و موفق به دریافت جایزه دوربین زرین این دوره از جشنواره کن شد. اما جعفر پناهی شامگاه جمعه 14 بهمن بعد از نزدیک به 7 ماه حبس در زندان اوین سرانجام با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد. تصاویر آقای پناهی بعد از آزادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده خانواده و دوستانش در مقابل زندان اوین اون رو در آغوش گرفتن. آزادی موقت این فیلمساز تحسین شده ای ایران در 3 روز از اعتصاب غذای خشک او صورت گرفت. طاهر سعیدی، همسر جعفر پناهی، نیز در صفحه اینستاگرام خودش با انتشار تصویری از او بعد از آزادی از زندان این خبر رو تایید کرد. و حالا او در اولین صحبت‌های خودش بعد از آزادی با انتشار این ویدیو گفته: همه اینا درست، ولی واقعا وقتی پشت‌سرمو نگاه میکنم این تصویری که از فرهاد میثمی تعریف کردن، گفتن یعنی یه مثل این چیزایی که تو آشویتس بودن، یا خودش چون اهل خشونت پرهیزیه کتاب در مورد این مسئله داره، شیخ هم شبیه گاندی شده بود، هم شبیه اون چیزایی که تو آشفتی شدن. من نمیتونم واقعا بگم این پشتر رو باید نگاه کرد یا نگاه نکرد.
خیلی از بچه های این تو هستن، خیلی از آدمایی که نمیدونم از اساتید دانشگاه، از دانشجوهای واقعا زبده دانشگاه سنتی شریف و همه چی، معلمین، کارگرا، نمیدونم واقعا وکلا، بچه های حقوق بشری، همه و همه اینا رو چطوری باید آدم بگه من خوشحالم. آقای در آبان سال 91 اعلام شد جایزه آزادی افکار ساخاروف از طرف پارلمان اروپا به جعفر پناهی و نسرین ستوده اهدا شد. اعضای هیئت پارلمانی اروپا نیز تصمیم گرفتند در طی سفر از پیش برنامه ریزی شده شون به تهران، ضمن دیدار با ستوده و پناهی، دعوتنامه رسمی پارلمان اروپا از اونها در ارتباط با دریافت جایزه ساخاروف رو به دست اونها برسونند. اما سفر هیئت اروپایی مذکور به دلیل عدم پذیرش شرط اونها مبنی بر دیدار با نامبردگان به ایران لغو شد. بدین ترتیب بعد از اصغر فرهادی وی دومین فیلمساز ایرانی شد که برنده این عنوان میشه. در 14 آذر 91 این فیلم نسبت به عنوان یکی از 15 نامزد اولیه برای دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم مستند انتخاب شد، در حالی که این فیلم در ایران به نمایش در نیومد. او از جمله 15 فعال سیاسی و مدنی بود که در بهمن 1396 با تأکید بر اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گزار مسالمت آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شد. در جریان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری 88 جعفر پناهی دوبار دستگیر شد. بار اول در روز 8 مرداد 88 هنگامی که به همراه گروه دیگری از فیلمسازان برای گرامی داشت جانباختگان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری دهم به بهشت زهرا رفته بود، بعد از چند روز آزاد شد و بار دوم در دوشنبه 10 اسفند به همراه 18 نفر از اعضای خانواده و دوستانی که در خانه او در تهران مهمان بودند. صندلی او در جشنواره کن خالی ماند. او در یک مرحله برای مدتی اعتصاب قضا کرده بود. جعفر پناهی در روز 4 خرداد 1389 به دستور بازپرس و تایید دادستان عمومی و انقلاب تهران با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. او که برای پیگیری وضعیت دو فیلمساز بازداشت شده محمد رسولوف و مصطفی آل احمد به دادسرای اوین رفته بود، 20 تیر 1401 در همونجا بازداشت و به بند 8 سالن 7 زندان اوین منتقل شد. او در نهایت به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محروم از فیلمسازی و فیلمنامه نویسی، 20 سال محکومیت از سفر به خارج و 20 سال ممنوعیت مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی محکوم شد. بازداشت او 3 ماه در زندان اوین به طول انجامید. او با وجود ممنوعیت همچنان به فیلمسازی مشغول بود و در فستیوال‌های جهانی هم شرکت می‌کرد. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.